قربونی شما، قربونی شما، قربونی شما. براتون فکر کردم، براتون فکر کردم، براتون فکر کردم. بریم بعدی، بریم بعدی، بریم بعدی. هر سوالی هم داریم میتونیم بپرسیم. خب 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 سوال هشت در واقع یکی از سوالای چاچری مخلصیم، فداتون بشم، قربون شما. ما میایم معمولا آره بانک تست هم میدیم، نگران نباش، یه سبک خاصه دیگه. آره آره ما مخلصیم قربونتون. میگم دی میشه 99% دانش آموزایی که منو تو دی میبینن مسیر درس خوندنشون عوض میشه. چاکریم، تعریفم نمی کنیم، ایشالله همراه باشین، لذت ببرین، چطور ببرین. خب بریم ببینیم چه خبره. گفته چی؟ گفته با توجه به شکل‌های زیر کدام عبارت درست از الکتروشیمی انتخاب شده. برای این سوالا بهترین کار اینه که شما نگاه کنیم ببینید، اول بشمونید 2 8 3 2 8 14 2. وقتی میشمرین این 2 8 3 که شما اینجا داری میبینی میشه 13. این آلومینیوم 13 است تو کتابتونه. ظریف‌ترین نکته است این Fe26 تو کتابتون، فوق‌العاده است. گفته واکنش پذیری و سرعت خوردگی A از B بیشتره. راستی میدونستید همه فلزای دنیا خورده نمیشن؟ آهن خورده میشه؟ بله. زنگ آهن تولید میشه؟ بله. آلومینیوم خورده میشه؟ نه، آلومینیوم زنگ نمیزنه. پس این که گفته سرعت واکنش پذیری A از B بیشتره درسته، اما خوردگی نه. آل خورده نمیشود. این عبارت غلط. آقا اومدی اینجا لذت ببری یا خانم، فقط فوکوس کن، نگاه کن. اگر کاتیون B، دوست دارم اینو همبار با کاتیون پایدار A باشه. خب حالا که ببین اینا نکاتیه که تو باید یاد بگیری، خدای سواد باشی، کتاب رو 10,000 مرتبه خونده باشی، هزاران بار معلم داشته باشی، کلاس رفته باشی، اطلاعات بیش از حد داشته باشی، اما اگر نفهمی کلمه پایدار یعنی چی تو میبازی. آقا کاتیون پایدار آل میشه آل سه بار مثبت. میگه حالا اگر FE هم همبار با این باشه، یعنی FE سه بار مثبت. گزینه رو تحلیل میکنم. گفته اگر کاتیون B همبار با کاتیون پایدار A باشه، چون آدما میدونن که در واقع آهن دو ظرفیتیه، یعنی هم دو داره هم سه داره، حالا اگه قرار باشه با اون یکسان باشه، گفته تعداد الکترون های لایه سوم کاتیون B با پروتون های A یکسان است. وحشتناک شد، وحشتناک شد. بریم ببینیم چیه A، چیه A؟ اینه A، آلومینیوم، عدد اتمی 13. بی چیه؟ اف ایه. حالا اف ای 26 لایه آخرش میشه 3D6 4S2. حالا گفته سه بار مثبت هم باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی دوتا از این بگیر یه دونه از این بگیر، یه دونه از این بگیر ببینم، میشه 3D5. یه 3P6 قبلشه، یه 3S2 هم هست. گزینه رو بخونیم. گفته کاتیون پایداره، کاتیون پایدار A با کاتیون FE سه بار مثبت، بارش یکسانه. حالا لایه سوم این کاتیون B یعنی آهن، تعداد الکتروناش 5 و 6 11، با 2 13، با پروتون این برابره. بله با پروتون این برابره، یعنی عدد اتمی شما اینجا هست 13، تعداد الکترون های لایه سوم کاتیون سه بار مثبت آهن هم 13 است. پس بنابراین این گزینه کاملا درست. گفته به بیش از یک ایزوتوپ در طبیعت داره. بریم 11 یه لحظه تمرینات دوره‌ای، تمرین شماره 1. گفته در نوعی شهاب سنگ دارای آهن، آهن سه تا ایزوتوپ داره، درسته. آ و بی با هوا واکنش میدن، آ به ترتیب لایه چسبنده و متراکم آلومینیوم میگه، بی ترد و شکننده. آره آهن میریزه اما آلومینیوم سفته، جمله کتابه. اینم درسته، یعنی عبارت یک کسی که خوردگی رو نمیتونست درک کنه غلط زده بود. یه چت به ما بدین. و
به به آقا مخلصم، نه خواهش میکنم بفر. ارادت 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 گفتیم دیگه، بیام خیلی. فصل یکی یازده هم دیوونه نشو، دیوونه نشو. فصل یکی یازده هم